قسمت پنجم، مرگ سرایدار می توان گفت به دورانی سرشار از سرگردانی و بی اطلاعی پایان داد و در این حال آغاز دوران نسبتاً مشکل تری شد که طی آن غافلگیری ها و حیرت های اولیه جایش را به خوف و هراس داد. همشهری های من که هرگز فکر نمی کردن شهر کوچک ما با دیگر شهرها فرقی داشته باشد، از آن پس می دانستن به علت بیرون آمدن موشها از سوراخهایشان و مردن در هوای آزاد یا مردن سرایدارها از بیماری های عجیب در وضعیت خاصی قرار گرفته. به طور خلاصه این دیدگاهشان اشتباه بود و باید در افکار و تصوراتشان تجدید نظر می کردن. اگر همه چیز به همانجا ختم می شد، بیشک عادتها بر آن غلبه می یافت، ولی همشهریان دیگری هم که نه سرایدار بودند و نه تهیدست، به راهی که اول بار آقای میشل رفته بود قدم گذاشتند. از آن موقع بود که ترس و همزمان با آن به فکر فرو رفتنها آغاز شد. با این همه پیش از پرداختن به جزئیات این رویدادهای جدید، راوی لازم می‌داند عقیده شاهد دیگری را هم در مورد نکاتی که تابحال شرح داده شد یادآور شود. ژان تارو که پیش از این با او آشنا شدیم از چند هفته پیش به اوران آمده و در هتل بزرگی در مرکز شهر اقامت کرده بود. ظاهراً وضع مالیش آن اندازه خوب بود که بتواند با درآمد آن زندگی کند. ولی هر چند شهر و ساکنانش رفته رفته به حضور او عادت کرده بودند، هیچ کس نمی دانست که او از کجا آمده و چرا در شهر ما ساکن شده است. به همه مکانهای همگانی سر می زد. از آغاز بهار خیلی ها او را در ساحل دریا دیدند که شنا می کند و از این کار و از آفتاب گرفتن لذت می برد. آدمی خوشقلب و گشاده رو بود که ظاهراً از لذتهای طبیعی بی آنکه برده و اسیرشان باشد خوشش می آمد. در واقع تنها عادتی که داشت و همه با آن آشنا بودند، نشست و برخاست دائمیش با نوازندگان اسپانیایی بود که در شهر فراوان بودند. دفترچه های یادداشتش هم پر بود از گونه‌ای وقایع نگاری این دوران دشوار. ولی وقایع نگاری خاصی که گویی می‌خواست مسائل را کم اهمیت جلوه دهد. در نظر اول آدم گمان می کند تارو در یادداشت‌هایش اصرار داشته مردم را از آن طرف دوربین بررسی کند. میان سرگشتگی و آشفتگی همگانی می کوشیده تاریخ نگار وقایعی باشد که ربطی به تاریخ ندارند. طبعا از این بابت می توان گله من بود و نسبت سخت دلی به او داد. ولی این را هم نباید از نظر دور داشت که این یادداشت‌ها در مورد وقایع این دوران حاوی جزئیات دست دوم و بی‌شماری است که به هر حال اهمیت خودشان را دارند و حتی عجیب و غریب بودنشان باعث می‌شود آدم درباره این شخص جالب توجه با شتاب زدگی داوری نکند. اولین یادداشت‌های ژان تارو مربوط می‌شود به روزهای اول ورودش به اوران. این نوشته‌ها از همان آغاز نشان می‌دهند که تارو از آمدن به این شهر زشت و بیروح به طرز عجیبی خوشنود است. همه جزئیات دو مجسمه شیر برنزی که سردر شهرداری را زینت کرده اند، ملاحظاتی خیرخواهانه درباره نبود درخت در شهر، خانه های بدقواره و نقشه مزخرف شهر در آنها آمده است. تارو گفت و شنودهایی را هم که در تراموا یا در کوچه ها شنیده بیان که تعبیر و تفسیری به آنها بیفزاید، به جز کمی بعد در مورد گفت و شنودی مربوط به شخصی به نام کامپ در این یادداشت‌ها آورده است. تارو در صحبت‌های دو بلیت فروش تراموا هم حضور داشته که این حرف‌ها را با هم رد و بدل می کردند. یکی از آنها می گفته تو کانپ را خوب می شناختی نه؟ کامپ؟ آن آدم قد بلندی که سبیل سیاه داشت؟ بله خودش است. در سوزنبانی کار می کرد.
بله البته که می شناسم. خب او مرده است. کی؟ پس از ماجرای موشها. عجب، چه مرضی داشت؟ نمیدانم، تب می کرد. گذشته از اینها آدم خوشبنیه‌ای نبود. در ارفعان هم نوازندگی می کرد. هر روز توی شیپور دمیدن نفس آدم را بند می آورد. دومی گفت و شنود را با این جمله به پایان می رساند. آه، وقتی آدم مریض است دیگر نباید شیپور بزند. پس از یادداشت کردن این گفت و شنودها، تارو از خودش پرسیده است: چرا کانب به رغم بنیه ضعیف و بیمارگونه اش به عرف اون پیوسته؟ و چه انگیزه‌ای باعث شده با به خطر انداختن جانش در رژه دسته‌های مذهبی شیپور بنوازد؟ پس از آن تارو ظاهراً با علاقه زیاد تحت تأثیر صحنه‌ای که بیشتر وقتها در ایوان روبروی پنجره اتاقش اتفاق می افتاده قرار گرفته. پنجره اتاقش در واقع رو به کوچه‌ای باز می شده که گربه ها در سایه خانه های آن می خوابیدند. ولی هر روز پس از نهار در ساعت‌هایی که مردم شهر در گرمای بعد از ظهر به خواب می‌رفته یا چرت می‌زده‌اند، سر و کله پیرمرد کوچک اندامی روی ایوان آن سوی کوچه پیدا می‌شده. با موهای سفید مرتب شانه شده و شق و رق. در لباسی شبیه اونیفرم‌های نظامی پیشی پیشی می‌گفته و گربه‌ها را به ملایمت صدا می‌زده. گربه ها با چشم های خوابالود سری بلند می کردند و بیان که از جایشان تکان بخورند، پیرمرد کاغذهایی را ریز ریز می کرد و توی کوچه می ریخته و گربه ها هم با دودلی دستی به سوی این پروانه های کوچکی که فرو می ریختند دراز کردند. آن وقت پیرمرد به دقت و با قدرت روی گربه ها توف می انداخته و اگر یکی از توف هایش روی گربه ای می افتاده با خوشحالی می خندیده است. تارو سرانجام مفتون ویژگی های تجاری شهر هم می شود. چون دریافت حال و هوای شهر، جنب و جوش ها و حتی لذت های موجود در آن هم تحت تأثیر ضرورت های تجاریش قرار دارند. این خصوصیت عجیب مورد تأیید تارو بوده و حتی یکی از ملاحظات تمجید آمیزش با این کلمه ختم می شود. بالاخره. اینها تنها موردهایی هستند که به یادداشت‌های این مسافر جنبه شخصی می‌دهند. البته ارزیابی مفهوم و جدی بودن آنها کار دشواری است. به این ترتیب است که تارو پس از اینکه می‌نویسد صندوقدار هتل به علت پیدا شدن موشی مرده در سرسرا دچار اشتباه شده، با دستخطی که کمتر از همیشه خاناست اضافه می‌کند: سوال: چه کار باید کرد که وقت هدر نرود؟ جواب: آدم در تمام مدت گذشتنش را حس کند. وسیله برای کار: چندین روز در اتاق انتظار یک دندانپزشک روی صندلی ناراحتی منتظر بماند، یا بعد از ظهر یک شنبه را روی ایوانش بنشیند، به گفت و شنودی در یک گرد همایی به زبانی که با آن آشنایی ندارد گوش دهد، مسیرهای طولانی و ناراحت کننده ای را با قطار انتخاب کند و طبعا تمام مدت مسافرت هم ایستاده باشد. جلوی گیشه تماشاخانه ای توی صف بایستد و جایش را از دست ندهد و از این قبیل. ولی بیدرنگ پس از این حاشیه روی های ذهنی یا زبانی شرح مفصلی با جزئیات کامل از تراموواهای شهرمان، از شکلشان و رنگ نامشخص و کثیفی همیشگیشان در یادداشت‌هایش آورده است که با این جمله ختم می‌شوند: قابل ملاحظه است. جمله‌ای که هیچ مفهومی ندارد. این ویدیو برای صفحه نوید داریا تهیه شده است.